دوستان گرانقدر به درس روز 26 برنامه کویک بوکس خوش آمدید. در درس های قبلی ما شما روی پرچیز آردر، ریسیو آیتم، انتر بیل و دیگه مسائل صحبت کرده بودیم. امروز ما شما روی پی بیل صحبت میکنیم، به این معنی اون پیسی که بالای ما شما پیبل هسته او را ما شما چه قسم از طریق برنامه کویک بوکس پرداخت از او را پروسس میکنیم. اول ما میرم در لیست روی چارت آف اکاونتس کلک میکنم، ببینیم که پیش ما پول هست یا نیست. اگر شما متوجه باشین در کیش اکاونت افغانی ما که کیشیر ما شکل است هم پول وجود نداره، صفر است. در کیش اکاونت دلاری ما هم پول نیسته، در کابل بانک افغانی اکاونت هم پول نیسته، در کابل بانک دلاری اکاونت هم پول نیسته. خب بخاطر از اینکه کمپانی ما قرضدار هستن، ما صاحب بزنس پول خواستیم که اونا در بزنس سرمایه گذاری کنه و از طریق ازمو ما قرضداری دفتر یا اداره ما را پرداخت کنیم. خب ما میایم در کدام جای؟ بخاطر از این در مینوی کمپانی میایم، در کمپانی میک جنرال جنرال انتری میایم، میگم به تاریخ 20 ماه سپتامبر 2020 به اکاونت افغانی کابل بانک هسته تقریبا 200 هزار افغانی دبیت شد آمد. وی پول از کجا آمد؟ میگم ای اونر کپیتال اکاونت بود. کپیتال اکاونت ای چی شد؟ زیاد شد به مخاطر کردیت میشه و در مقابلش که از کابل بانک افغانی اکاونت ما شما چی شد؟ دبیت شد. در میمو نوشتم میکنم که اونر انوستید منی این در بزنس یا انتو در بزنس این در بزنس و اینی را من کاپی میکنم از امیجای در قسمت پایین پستش میکنم. بعد از فقط روی سیو این نیو کلک میکنم. اگر حال ما شما بیایم در مینوی لیست روی چارت آف اکاونتس کلک کنم، شما ببینین در کابل بانک افغانی اکاونت ما 200 هزار افغانی اضافه شده. وی پول از کجا آمده؟ از اونر کپیتال اکاونت. اینجا ای هم اضافه شده و اونجا او هم اضافه شده. ما گفته بودیم در قانون اکاونتینگ که همیشه وقتی که اونر اکویتی زیاد میشه او کردیت میشه و وقتی که اسیت ما زیاد میشه دبیت میشه. در اینجا اونر اکویتی زیاد شده، کپیتال اکاونت ما شما که اونر اکویتی اکاونت است وی زیاد کشیده، ای کردیت شده و ای دبیت شده. به مو شکل اینمی اونر که هسته یک 5000 دلار هم چی کده سرمایه گذاری کده در بزنس به خاطر پیش برده کارهای بزنس که هست. باز میم به خاطر ریکارد کردن ترانزکشن ازی میم در مینوی کمپانی میک جنرال جنرال انتری و در اینجا این دفعه به جای افغانی دلار یو اس دی کرنسی انتخاب میکنم، چون ترانزکشنی که ما ریکارد میکنیم مربوط دلار میشه و تاریخش هم مشخص میکنم که تاریخی 20 میگیرم. باز به این تاریخ 20 ماه سپتامبر 2020 که هسته خود صاحب بزنس که هستن باز چی کده پول از سرمایه گذاری کرده بزنس. وقتی که دلار شما انتخاب میکنین اکسچنج ریتش هم نشان میده که یک دلار چقدر افغانی میشه. اگر اشتباه باشه ایره میتونین جورم کنین شما به مخاطر ده اینجا برد نشان میده. ما میگم که باز در کابل بانک یو اس دی دلار که هستن پول آمد. چقدر پول آمد؟ مثلا میگم 5000 دلار ده اینجا دبیت شد. وی پول ما شما از کجا به دست آوردیم؟ میگم ای باز که از اونر کپیتال اکاونت که از ای کردیت شده به او خاطر کابل بانک یو اس دی اکاونت که هسته ای دبیت شده. یعنی کپیتال اکاونت ای اونر که از زیاد شده در مقابل از او که از پول که از در بزنس ما آمده. این خود صاحب بزنس که از 5000 دلار را در بزنس انویست کنه، سرمایه گذاری کرده. در میمویش باز نوشته میکنم که اونر انویستید منی انتو در بزنس. سایز بعد از او ما فقط سیو این کلوز کلیک میکنم. وقتی که سیو این کلوز
کلوز کلیک کرده ما شما اینا لگه شما بیاین در کابل بانک اکاونت ما شما 5000 دلار چی شده اضافه شده و در اینجا به افغانی نشان میده برای ما و در اونر کپیتل اکاونت ما شما که از 5,75,000 افغانی نشان میده به خاطر از اینکه 5000 دلار که هسته اورم گرفته به افغانی به هوم کرنسی ما شما چی کرده یره تبدیل کرده اگر ما بیاییم به خاطر از اینکه بر شما ثابت شد که واقعا دقیق است یا نیست از امی 5,75,000 افغانی ما منفی کنم چی را 200,000 افغانی را که او افغانی بود سعیسته ای را منفی کردم مساوی میشه به 3,75,000 افغانی ای را اگر آل تقسیم کنم به 75 به خاطر از اینکه دلار به 75 بود اگر 5000 فیکس آمد به ایمانه که حساب ما شما سعیسته این حال شما دیدین فیکس 5000 شدی دیگه در اینجا که از مکمل مجموعی پول به افغانی برای ما نشان میده این حال ما چی میکنیم پول دریافت کردیم پولی که ما قرضدار هستیم مکمل رو چی میکنیم پی میکنیم چقدر قرضدار هستیم اگر در ریپورت بیم در کمپنی فاینانشل در بلنس شیت کلیک کنیم در اینجا اگر شما ببینید ما شما مکمل پیبل توتال اکاونت پیبل ما شما 91000 افغانی است خب در این 91000 افغانی که است تقریبا 406 دلار است و دیگه کلش افغانی است اول ما چی میکنیم افغانیش پی میکنیم به خاطر پی کردن پیبل های ما شما میم دویندرز که آمدین پی بیلز میگیم پی بیلز که انتخاب کردین اولین کاری که شما میکنین از این جایی اکاونت پیبل تایپ شما مشخص میکنین که اکاونت پیبل که شما میخواین پی کنین دلاری را میخواین پی کنین یا افغانی را میخواین پی کنین اگر دلاری را انتخاب کردین اونو اکاونت پیبل هایی که دلاری است برای ما نشان میده و اگر افغانی انتخاب کردین افغانی را نشان میده ما تمام ازیار انتخاب کردم کلشن کل ازیار انتخاب کردم مکمل چقدر پول میشه 61000 افغانی میشه 61000 افغانی مکمل میشه اگر شما میگین که کمیش پرداخت میکنیم کمیش هم میتونین خود او را باز بعدا در کارده بعدی باز بخیر انشالله اوجه صحبت میکنیم این دفعه مکمل شما چی میکنیم پرداخت میکنیم 61000 افغانی است خب اگر مکملش پرداخت میکنم دسکاونت با تو باری ما شما تعهد کرده یا نکرده اگر دسکاونت باشد این جمعه اگر اولی بل کردیت داشته باشیم از این مردم سرزی مردم پولی ما باشه بوده برای ما تا اینجا نشان میده نیسته خوی پول از کدام جای پرداخت میکنیم میگم این پول از کابل بانک افغانی اکانت پرداخت میکنیم که دو جمعه شما تقریبا نمیفهم که 5,00,000 افغان 2,00,000 افغانی داشتیم سایست وقتی که ای را کلیک کردیم ما شما در اینجا برای ما میگم شما در اینجا 2,00,000 افغانی داشتین وقتی که 61,000 افغانی را از این 2,00,000 افغانی کم کنید 1,39,000 افغانی در اینجا پیش ما میمانه خب پیمنت که می کردین به کدام تاریخ پیمنت کرد میگم تاریخ پیمنت دیت ما که از 25 تاریخ بود یعنی پولی که ما پرداخت کردیم برای این نفر کی جوال پروسس میکنین به کدام تاریخ پرداخت کردین به این تاریخ پرداخت کردین بلای هر کدام از این اگر شما میخواستین ببینین در اینجا گو تو بل کلیک کنین بلایشون برای ما شما نشان میده و ایره که پرداخت میکنین به شکل چی؟ به شکل چک پرداخت میکنین یا کریدیت کارت میکنین به شکل چک بعد از او پی سلیکتد بل کلیک میکنین وقتی که ایره کلیک کردین عرصه بل چی شده؟ پرداخت شده یه هیستوری شه برای ما نشون میده که یکیش از سلیمان بود دیگهش سید رحمان بود و دیگهش از پاورلینک بود اگر دیگه بل پی میکنی پی مور بلز ای را کلیک کنید میگه نه دن کلیک کنید دیگه بلا را پی نمی کنید این حال شما ببینید بلنس های اینمی سه نفر که واحد پولیش افغانی بود صفر شد و اگر ما شما بیایم در کمپنی سناپ شات کلیک کنیم اکاونت پی بالای ما شما همچی شده افغانی که از کلیر شده اکاونت پیبل ما شما صرف اکاونت پیبل دلاری مانده و پولم که از کابل بانک اکاونت ما شما 61000 افغانی کم شده که دوجه 200000 افغانی بوده دلار ما هنوز هم هست و پول دیگه ایش که از دلار پرداخت میکنه میایم باز در کجا ایرا کلوز میکنه میایم در وندرز میگم پیبلز که کلیک کردیم این دفعه سر کو برای ما چیز را نشان نمیده به خاطر از این نشان نمیده که ما اکاونت پیبل افغانی را انتخاب کردیم باید اینجا اکاونت پیبل دلاری را انتخاب کنیم وقتی که دلاری را انتخاب کردیم میگه اکاونت پیبل های کی تو مونده دلاری یک تا هست او از جان مایک است و نام وندر و به این تاریخ تا این تاریخ باید شما چی کنین پی کنین و مجموعش چقدر میشه 406.70 دلار میشه که مکمل 31315 افغانی میشه خو ایر از کجا پی میکنیم میگیم ایر ما پی میکنیم بیدر از کابل بانک US دلار پی میکنیم وقتی که ایر از ای پی کنیم برای ما میگه دیجا پیشت میمانه
$4,592.30 پیشت میمانه، به خاطر از اینکه قبول کم میشه. میگم درست مشکل نداره و اکسچنج ریت از ایران برای ما با هوم کرنسی افغانی برای ما نشان میده. بعد از ما فقط میگم پی سلیکتد، وقتی که پی سلیکتد بل کلیک کرد بعد از دان میگم این پولم که هست بالانس اینمی وندر ما که به نام جان مایک بود ای هم صفر شد. با این معنی که ما بل چی کردیم پیمنت کردیم، ده هیستریشم برای ما نشان میده یک بل بود بعد از ما چی کردیم اینم بل پیمنت کردیم، پی ام تی بارا پیمنت کردیم و در اونجا معلوماتش برای ما چک نمبر چیزایش برای ما مکمل نشان میده. اینا لگه ما شما بیایم در کمپانی سناپ شات کلیک کنیم، هیچ کس نیست که ما از قرضدار باشیم، یعنی نه اکاونت پیبل ما شما به افغانی وجود داره و نه اکاونت پیبل ما به هیستری وجود داره. اگر میخواستین مکمل دقیق ریپورت ببینین باز بیاین در ریپورت، در ریپورت در کمپانی فاینانشال در بالانس شیت کلیک کنین که پیش ما دارایی بزنس ما چقدر است. برای ما میگه بیادر ما شما در کابل بانک 1,39,000 افغانی یک داریم، دیگه 3,43,684.10 افغانی دیگه داریم که در حقیقت دلار هستن که در اینجا به افغانی نشان میده. برای ما مکمل دیگه که هست تقریبا از 91,502.50 افغانی که از اینوینتری اسید داریم که ما شما خریداری کرده بودیم تا نوز نفروختیم بوده، یک قیمت تمام شده از چقدر میشه 91,502 و مجموع کرنت ایسیت ما شما که هست تقریبا 574,186.60 افغانی هستن، توتال ایسیت ما اینقدر هستن و قرضداری ما شما که هست چیزی خاص نداریم، فقط اونر اکویتی که اینقدر پول اونر که هست سرمایه گذاری کرده بزنس و فعلا نیت انکم ما که هست در صفر هست، طرف نقص هست رفتن، به این معنی که 113.40 افغانی که هست ما در نقص هستیم. چرا؟ به خاطر از اینکه خریداری کردیم مصارفات داشتیم مگر پروشات نداشتیم. دیگه باز مسائل بعدیش که مثلا چه قسم ما فروشات در برنامه کویک بوکس پروسس میکنیم، انشالله باز در مینوی کستومر که رسیدیم به اوجا باز بخیر ستپ بای ستپ ما شما میخوانیم. دیگه ای بود دوستا درس امروزی ما راجع به پیکدن بل ها که چه قسم ما شما اکاونت پیبل ها را در برنامه کویک بوکس پی میکنیم.